سلام رفقا، سلام دوستان، به کوری چشم آخوندا ایشالا سلامت و تندرست باشین. بله رعایت ضوابط بهداشتی به خصوص شستن دستا فراموش نشود. آخه شرایطی که نظام ولایت به وجود آورده خیلی بیریخته، ملاحظه بفرماییم. ببینید، متاسفانه ما شرایط خوبی نداریم در بعضی از استانها، از جمله استان تهران به عنوان چهارراهی که محل پخش و انتشار بیماری میتونه باشه و هست، وضعیت مناسبی نداریم. این هفته به هفته گذشته با شیب ملایم قربان افزایش پیدا نکرده، با شیب بسیار شدید افزایش پیدا کرده. میزان موارد بستری، حالا من در اسلاید ها نشون خواهم داد، دو برابر شده. یه نگاهی به تاریخ بندازیم. چند هفته از عزاداریایی که شیخ فری رو انداخته گذشته، کمتر از 3 هفته. چند هفته از بازگشایی مدارس گذشته، حدود 2 هفته. بله، از قدیم گفتن به جز کشته ندروی. اما ملاحظه بفرمایید که شیخ فری چه ادعایی کرده بود. همونطور که در ماهای گذشته ثابت کردیم دوگانگی نان و جان دروغ است، و همونطور که روشن کردیم دوگانگی سلامت و دیانت ناصحیح است، امروز هم به مدد همه خانواده ها، دانش آموزان عزیز، معلمان گرانقدر، ثابت می کنیم دوگانگی سلامت و آموزش، دوگانگی خانه و مدرسه نادرست است. بیا، اتفاقا ثابت شد، خوبم ثابت شد که تمام حرفای شیخ فری دروغ اندر دروغه. با این رویی که شیخ فری داره، سنگ پای قزوین حکم پشمکو داره. اما موضوع بیخدارتر از این حرف هست. ملاحظه بفرمایید که یارو دیگه چه گفته. شاید ما از موضوع موج گذشتیم، یعنی چه ما چه کشورهای دیگه دنیا درگیر یک دریای طوفانی هستیم، امواج متعددی هست و بیماری بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ شوخی، بدون هیچ تسامحی منتظر غفلت‌های ماست. هیچ فرقی نمی‌کنه تجمع ما به خاطر یک کار ضروری باشه، به خاطر یه مسافرت غیر ضروری باشه، به خاطر یه مراسم مقدس باشه، به خاطر لهو و لعب باشه، به خاطر مدرسه باشه، به خاطر عروسی، هر چه عروسی باشه، عزا باشه، تجمع مترادف با افزایش بیماری است. هوشمند جامعه است که انتخاب کنه تجمعات غیر ضروریش رو به صفر برسونه. بابیلا، یادت میگفتی دشمنان نظام دنبال تعطیل کردن مملکتن؟ پس این یارو چی میگه ها؟ دشمنان معاون وزیر بهداشت نظامو بر زدن یا اوضاع خیلی درامه؟ اما فقط این نیست که الان همه دارن میگن موج سوم. هفته اخیر ما با یک افزایش بیماری روبرو هستیم که اون چیزی که تجربیات ما تو این 7 ماه میگه، ما متاسفانه داریم وارد موج سوم میشیم. ما تو امیدواریم که نشه، ولی اگر انجام بشه به هر حال این دفعه متاسفانه هم مرگ و میر بالاتر خواهد رفت، هم دردسر خیلی بیشتر خواهد شد. وای محصول بازگشایی‌های فعلی مدارس و عزاداری‌هایی که عظما و شیخ فری را انداختن شده موج سوم. بله، شده موج سوم کرونا. از بنده موشکاف بشنوین که این موج سوم چنان رو سرشون خراب شه که از کرده پشیمان شوند. بله دوستان، مرحمت زیاد.